درود بر شما آقای پلاور. درود بر شما جناب عزیز و درود بر تمام ایرانیان عزیز در سراسر کره خاک. حالتون چطور آقای پلاور؟ متشکرم، ممنون. شما خوبی؟ بسیار خیلی متشکرم، ممنون. خب آقا، رفتید آمدید به کالیفرنیای ما و رفتید به شرکت کتاب برای امضای کتابتون، چطور گذشت آقای پلاور؟ خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. قبل از هر چیز من از شما تشکر بکنم برای حمایتی که کردید و توی همین برنامه هفته گذشته درخواست کردید بیان مردم، و به اعتراف به آقای ویژن خلیلی مدیر انتشارات شرکت کتاب، مراسم های امضای کتاب رفیق آیت الله توی لس آنجلس از موفق ترین مراسم هایی بوده که بیشترین حضور هموطنان رو ما داشتیم توی این برنامه ها. این دفعه هم بسیار حضور خوب بود، حضور خوب و میتونم بگم یعنی اون علاقمندی رو در عاشقان این کتاب که اومده بودن میتونستی توی چشمهاشون ببینی. 6 ساعت تمام برنامه ادامه داشت، هم خود برنامه سخنرانی و بعد پرسش و پاسخ، و توی هوای گرم یک شنبه هفته گذشته لس آنجلس، یک شنبه بعد از ظهر، اینکه از سر تا سر کالیفرنیا و حتی از ایالت‌های همجوار ایرانیان عزیز با درایف رانندگی کرده بودن، اومده بودن، خودشون رو رسونده بودن به این مراسم، واقعا جای تقدیر داره. من از همینجا اجازه بدید از همه این عزیزان و به ویژه اون کسانی که عشق و محبت خودشون رو با چیدن میوه ها از باغ های شخصی خودشون برای اینکه میوه رو بیارن و اینجوری تشکر بکنن، عزیزانی که تابلوهای نقاشی خودشون رو آوردن و هدیه کردن، هدایای دیگه فراوونی دریافت کردن که خب رسم نیست تو مراسم های امضای کتاب اینجور هدایا رو هم بیارن، اما این نشون دهنده اون عشق و علاقه مردم بود به این. البته یه مقداری از این میوه ها که براتون آوردن از حالا مزارع یا از باغ های از خونه های خودشون، اینها یه جوری می‌خواستن به شما نشون بدن که اینقدر گاهی ژست می‌گیرید به عنوان مازندرانی، و به هر حال آنچه که در مازندران به عنوان برکت و میوه و آنچه که هست رو می‌خواستم بگم ما اینجا هم داریم. آقای فخرآور توجه داشته باشید، ضمن اینکه منم عکس‌هایی از این مجلس دیدم، بسیار پر بود، شلوغ بود، همه صندلی‌ها اشغال بود، و به هر حال همیشه موفق باشید و منم خوشبختم که این کار با موفقیت انجام شد. آقای فخرآور اگه اجازه بدید ما بلافاصله وارد برنامه بشیم، و مطلبی که دلم میخواست که من امروز با بینندگان عزیز رو در هر کجایی که به این برنامه توجه دارن جلب بکنم، به خصوص افرادی که در ابعاد سیاسی دارن قدم در میدان سیاست هستند، با درایت و با سیاست بیشتری به این مسئله توجه کنن، و اون که سالیان سال هست که جمهوری ننگین اسلامی ایران سعی بر این داره که با برهم زدن بساط اپوزیسیون در و خیلی هم تا حالا تأثیر داشته و کارش رو واقعا تونسته انجام بده، تأثیرات منفی رو بگذاره روی عملکرد اپوزیسیون. از جمله هفته گذشته که کلیپی دریافت کردم من، که این کلیپ برام بسیار جالب بود و آقای فخرآور هم تصور میکنم که با قاطعیت این رو باید دریافت کرده باشن، چون قسمتی از این کلیپ خود ایشون در حقیقت به نوعی بودند و به این صورت بود که یکم صبر کنیم. بله، عرضم بزرگتون که به این صورت بود که یک کلیپی بود که همراه بود با عکس شاهزاده رضا پهلوی، خانم مریم رجوی، آقای فخرآور، و قسمتی از این برنامه هم طبیعتاً مسعود سعد، نه طبیعتاً مسعود سعد، یعنی بنده بودم که حالا این کلیپ با یک ترفند خاصی و با یک تقلب‌های عجیب غریبی که از طریق جمهوری اسلامی ایران انجام شده بود، در حقیقت در روی معروفترین و قویترین کانال جمهوری اسلامی در تهران، یعنی کانال 1، این پخش شد که به من هم رسید، و عرضم به حضورتون که از در این قسمت از این کلیپ مثلا به طور مثال شما میدیدید که داره تصویر بنده رو، حالا غیر از آقای فخرآور، غیر از شاهزاده، غیر از مریم رجوی و داستانهایی که بود و به هم ربط میده و گره میزنه و آنچه که میخواد از این آب گلالودی که خودش میکنه میخواد ماهی های درشت بگیره، اما این بله این قسمتی از همین برنامه بنده که داره در جمهوری اسلامی ایران پخش میشه و داره سوء استفاده میکنه از این قضیه که میگه آقا حتی طرفداران شاهزاده رضا پهلوی کار به جایی رسیده که امروز آمدن دارن از مجاهدین حمایت میکنن و از اونها پشتیبانی میکنند.
در حالی که اصلا بحث ما این نبود، بحث ما این بود که سیاست و درایت و ایستادگی و مثل کوه استوار بودن مجاهدین رو ببینیم، ببینیم و ازشون یاد بگیریم. در این بود صحبت میکردیم، منتها اون داره سوء استفاده میکنه، داره دروغ میگه و داره در حقیقت تغییر مطلب میده و به هر حال بین افراد اپوزیسیون به این صورت اختلاف میندازه که قسمتیش مربوط به آقای فخرآور، قسمتی مربوط به آقای شاهزاده رضا پهلوی و همینطور خانم مریم رجوی بود. در نهایت اینکه و عنوانی هم داشت آقای فخرآور، آیا شما دیدین کلیپ رو؟ دیدم. آقای فخرآور، آقای شورتی، ایشون رو بیارین لطفا. خیلی متشکرم. بله من کلیپ رو دیدم جناب صدر. بله الان البته من کلیپ رو پخش نکردم به طور کامل، برای اینکه پخش کردن این کلیپ یه مقداری باز نظر جمهوری اسلامی رو از نظر بعضیا ممکن بود تامین بکنه، برای اینکه همش دروغ بود، همش حقه بازی بود و همش کلک هایی بود که در تمام طول این سالها ما از طریق این جمهوری کثیف دیدیم. واقعا در نتیجه میخواستم فقط توجه جلب کنم که بیش از این سعی کنیم که در ارتباط با این اخبار و این نوع تغییراتی که در گفتار میدن و قصدشون از هم پاشیدن این اپوزیسیون از هم پاشیده هست رو از هم پاشیده تر نکنن، به این موضوع توجه داشته باشید. نظری دارید آقای فخرآور؟ جناب صدر من میشنوین؟ بله بله. عرض به خدمتون که اتفاقا من این کلیپ رو دیدم و برای من جالب بود. خب این به قول خارجی ها بیتوین دی لاین اتفاقاتی که توی کلیپ داره میفته و کاری که داره انجام میشه، اون کلیپ رو وقتی بالا گذاشته بودن خود جمهوری اسلامی تو وبسایت های خودش و خبرگزاری های خودش، صفحه اولش تصویر شاهزاده عزیز هست، تصویر خانم مریم رجوی هست و تصویر من هست، بالاش نوشته شده چرا رهبران اپوزیشن ترور نشدند. بعد و کلیپ خب 7 دقیقه است، میاد درباره مسائل مختلف صحبت میکنه، سعی میکنه از یک سری آبهای گلالود رژیم ماهی بگیره، از یک سری اختلافات کوچیکی که وجود داره و خیلی هم طبیعیه این اختلافات، از اینها بخواد بیاد مثلا یک آتیشی رو شعله ور بکنه. و در نهایت جنبندی این کلیپ جمهوری اسلامی که فکر میکنم مهمترین بخشش رو باید بهش توجه بکنیم، که اینه که میگه اختلافات بین رهبران اپوزیشن انقدر زیاد شده که ممکنه به زودی شاهد ترورهایی باشیم که اینها گروه‌های رقیب بخوان همدیگر رو و رهبران همدیگر رو بخوان ترور بکنن. این اون نقطه فکر میکنم طلایی این کلیپ هست. پس منظورش این بود، چون اون من دیدم ولی نتونستم خودم رو توجیه کنم، بالاش نوشته بود که چرا رهبران اپوزیسیون هم را ترور نمی کنن، توی همچین موردی بود نه؟ دقیقا. و پس این بود تو جنبندی وقتی به آخر کلیپ نگاه میکنید، به 30 ثانیه آخر کلیپ که نگاه بکنید، دقیقا این رو میاد میگه که داره، یعنی میگه، من حالا بهتون بگم ترجمه این حرفهای جمهوری اسلامی چیه، چون ما دیگه تو تمام سالهایی که توی ایران زندگی کردیم یاد گرفتیم چجوری، یادمه توی زندان که بودیم فقط تو زندان به ما روزنامه‌های کیهان و اطلاعات رو میدادن که روزنامه‌های وابسته به جریان دست راستی محافظه‌کار هستن و توی کیهان اطلاعات همش، حالا مخصوصا کیهان که سراسر دروغ بود و من می‌دیدم بعضی از زندانی‌ها با خیلی ولع می‌خونن این رو. یادش به خیر یکی از دوستان ما آقای ایرج جمشیدی توی زندان بهش می‌گفتم چرا انقدر با دقت کیهان رو می‌خونی، گفت ببین کیهان رو باید بخونی اونوری ترجمه‌اش کنی، یعنی هر چیزی میگه رو درست نقطه مقابلش رو دریافت کنی بدونی که اون خبر اتفاق افتاده. حالا ما سبک خوندن اخبار جمهوری اسلامی رو دیگه خوب می‌دونیم، اینا این شکلی دارن زمینه رو برای ترور فیزیکی، حذف فیزیکی رهبران اپوزیشن فراهم می‌کنن که اگر این روزها یه دفعه شنیدید مثلا فلان رهبر اپوزیشن ترور شد، مردم بدونید که این درگیری درون گروهی بین گروه های اپوزیشن بوده که باعث ترور شده و جمهوری اسلامی تیم ترورش رو به کار ننداخته. دوباره به قول خود آقای سعید امامی و سایر مسئولین وزارت اطلاعات، تیم فرنگی کاران خودشون رو، که فرنگی کاران به کسانی میگفتن از وزارت اطلاعات که کشتی فرنگی و کشتی آزاد، میگفتن فرنگی کاران یک چیزی بود، یک روشی عبادتی بود استفاده میشد برای کسانی که در فرنگ
در خارج از کشور کارهایی رو از وزارت اطلاعات انجام میدن، یعنی تروریست های وزارت اطلاعات که ترورهای خارج از کشور رو انجام میدادن خود وزارت اطلاعات اسمشون رو گذاشته بود فرنگی کاران، کسانی که در داخل انجام میدادن حتما گذاشته بود آزادکاران. و خلاصه این شکلی اینا الان دارن زمینه رو آماده میکنن و به نظر ما باید منتظر موج جدیدی از ترور باشیم که رژیم جمهوری اسلامی حالا هدفها رو هم مشخص کرده و میخواد بیاد و بزن. به هر حال من میخوام یه بار توجه بدم که لااقل به اپوزیسیون که متوجه باشن که بزرگترین و قویترین نیرنگ ها رو و حقه ها رو و دقل ها رو داره در شیوه هایی که داره هنوز به کار میبره. بگذاریم آقای فخرآور، ارتباطی بود در ارتباط با آقای مکین هفته گذشته و یک جنجالی که در حقیقت سنا به وجود اومد. تصمیم داشتم که به این موضوع اشاره نکنم به خاطر اینکه تمام مسائلی که مربوط به جناب عالی و بنده هست در این برنامه از نظر من مرکزیتش در ایران هست، یعنی علاقمندی مردم ایران هست روی مسائلی که مربوط به در آینده و به ایران خواهد شد طبیعتاً. یعنی تمام ذهنیت من و مرکزیت فکر من در مورد ایران هست آقای فخرآور، و فکر کردم که این مسئله مکین و طرح اوباما و این داستان ها ربطی به مسائل ایران نمیتونه داشته باشه. و بعد با خودم اینطور فکر کردم که آقای فخرآور شاید من برعکس دارم فکر میکنم، یعنی با توجه به اینکه اخیراً به خصوص در ماهای گذشته به خصوص در یک سال پیش به این طرف من علاقمندی به خصوص جوانان ایران رو روی مسائل سیاسی آمریکا، مثلا فرض کنید که همون رفتن آقای اخراج آقای رئیس FBI یا مسائل مشابه و دیگری و دیگری چقدر مورد توجه و پرسش جوانان ایران بود، و با توجه به اهمیت مسئله آقای مکین در هفته گذشته در سنا که آمد و با آخرین رأیی که داد در حقیقت با اینکه خودش یک ریپابلیکن یک جمهوری خواه است اما آمد و برخلاف آن سیستمی که در این حزب بود عمل کرد و مسئله رو به دیگری منتقل داد در حقیقت انتقال داد. اینه که توضیح مختصری اگه ممکنه در این باره از شما هم بشنویم آقای فخرآور. دقیقاً درست میگه جناب صد. الان علاقه ای که مردم داخل ایران و به خصوص نسل جوان به تحولات داخلی ایالات متحده آمریکا داره اصلا به شکل عجیب و غریبی افزایش پیدا کرده و حتی خیلی وقتها بیشتر از ایرانیانی که خارج از کشور هستن جوانهای داخل کشور دارن با دقت و ریزبینی تحولات ایالات متحده آمریکا رو دنبال میکنن که اینجا توی سیاست این کشور چه اتفاقی داره میفته. من فکر میکنم بیشتر از هر چیزی اگر ما یک نگاهی برگردیم بکنیم به حالا جنبش سبز، میبینیم که وقتی میلیون ها نفر توی خیابون ها بودن و سکوت اوباما رو مثلا میدیدن، شعار یه دفعه میدادن که میخواستن بدونن اوباما کدوم برای قضیه وایساده، که اوباما اوباما با اونایی یا با ما. یعنی نگاه بچه ها به ایالات متحده آمریکا این نگاه وجود داره، که حالا من اگر بعد از این صحبت اگر اجازه بدید اصلا بپردازیم به این قضیه که چرا آمریکا در دید مردم ایران و جوانهای ایران اینقدر مهمه. خب رژیم جمهوری اسلامی همیشه نفرت از آمریکا رو تزریق کرده به جامعه ایرانی، اما برای چی اینقدر جوانهای ایرانی دارن دنبال میکنن تحولات داخل آمریکا رو، که حالا توی ادامه این رو خواهیم گفت. اما درباره تحولات هفته گذشته و بحث مکین که گفتید، هفته گذشته کنگره آمریکا چند اتفاق مهم افتاد. خب یکی دو تا از اتفاقاتی بود که برای ایران ما خیلی مهمه. من اجازه بدید اول به مکین اشاره بکنم بعد بپردازم به اون یکی اتفاقات. سر جریان مکین، خب 7 سال تمام جمهوری خواهان میتونم بگم عذاب کشیدن، زجر کشیدن از طرحی که باراک حسین اوباما آورد ارائه کرد و بدون حتی داشتن یک رأی جمهوری خواه این طرح مثلا همگانی رو آورد پیاده بکنه به اسم طرح بیمه همگانی اوباما در ایالات متحده آمریکا. از این جهت جمهوری خواهان با این طرح مخالف بودن که این طرح رو یک بخشی از سیاست‌های کمونیستی اوباما می‌دونستان، اینکه خب بیمه همگانی مثلا بیاد دولت بخواد انجامش بده و تنها کسی باشه که در واقع مجری این طرح خواهد بود، این چیزهای دولتی رو هیچ وقت
یک حکومت هایی که بر پایه کپیتالیسم، بر پایه نظام سرمایه‌داری بنا شدن و به ویژه ایالات متحده آمریکا، اینا بر نمیتابن این قضیه رو و جمهوری خواها به شدت با این قضیه مشکل داشتن، میگفتن آقا توی این کشور رقابت بین سازمان های بیمه، شرکت های بیمه وجود داره و برای چی باید بیایم دولتی بکنیم بیمه رو که بعد کیفیت بیاد پایین، قیمت بره بالا، مردم عذاب بکشن توی بیمارستان ها، تو صف وایسن و خلاصه بحث هایی که 7 سال جریان داشت. یکی از قول های بزرگی که پرزیدنت ترامپ در دوران کمپین انتخاباتیش داده بود و همه کاندیداهای دیگه جمهوری خواهم داده بودن این بود که ما از اولین کارهایی که خواهیم کرد اینه که طرح بیمه همگانی اوباما رو ریپیل اند ریپلیس میکنیم، یعنی این طرح رو به طور کامل باطل میکنیم و یک طرح بهتری رو به جاش میاریم بالا که با اصول کپیتالیسم، با اصول نظام سرمایه‌داری جور هم در بیاد و هم مشکلات مردم رو بتونه حل بکنه. و بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ به ریاست جمهوری رسید، چند بار این تلاش صورت گرفت تا بتونن این رو بیارن، این طرح رو براش رأی گیری بکنن. دموکرات ها تماما مخالفت میکنن باهاش و جمهوری خواها در نهایت توی مجلس نمایندگان هفته گذشته موفق شدن رأی بدن و این طرح بیمه همگانی، یعنی از بین بردن طرح اوباما و به جاش یک طرح جدید آوردن، اومد برای رأی گیری، رأی مجلس نمایندگان رو گرفت، اومد توی سنا. توی سنا اتفاقی که افتاد یک اتفاق خیلی عجیب اما قابل تصوری بود. ما الان توی سنای آمریکا 52 سناتور جمهوری خواه داریم و 46 سناتور دموکرات، دو سناتور مستقل هستند، ایندیپندنتن، که همیشه این دو سناتور مستقل که یکیش هم تصور بکنید دیگه برنی سندرز که کاندیدای اصلا دموکرات ها بود، دو سناتور مستقل همیشه با دموکرات ها رأی میدن، برای همین عملا بالانس مجلس سنا شده 48 تا دموکرات 52 تا جمهوری خواه. برای اینکه یک چیزی رو بتونن رأی بدن اینا 50 به علاوه 1 رو لازم، 50% به علاوه 1 رو لازم دارن، یعنی 51 رأی باید جمهوری خواها می آوردن تا بتونن بیمه اوباما رو برای همیشه به سطل زباله بندازن. اما به عدد 49 رأی جمهوری خواه و 50 رأی دموکرات میرسن. چطوری؟ 48 دموکرات رأی دادن علیه این طرح، دو تا از جمهوری خواهان که خانم کولینز، سناتور کولینز از ایالت مین و مکولسکی از ایالت آلاسکا، این دوتا خانوم هم به خاطر لجبازی هایی که خودشون با حزب جمهوری خواه دارن، عضو حزب جمهوری خواه هستن اما یه لجبازی های خاصی دارن، این ها اومدن و رأی دادن. شد 50 رأی دموکرات در واقع مخالف این طرح و 49 رأی جمهوری خواه. تنها رأی باقی مونده رأی مکین. و آقای شورای تصویر دارید؟ تصویر این صحنه رأی دارید لطفاً؟ رأی مکین بود و اگر مکین میومد و رأی میداد به نفع بیمه، به نفع یعنی به دور انداختن بیمه اوباما، اون وقت آرا میشد 50-50 و طبق قانون اساسی ایالات متحده معاون رئیس جمهور آمریکا وایس پرزیدنت مایک پنس حق در واقع رأی تعیین کننده رو داشت، میتونست بیاد رأی 51 رو بده و جمهوری خواها میبردن این قضیه رو. مایک پنس حتی اومده بود، حضور پیدا کرده بود توی سنا، تا ساعت 2:30 به وقت آمریکا این رأی گیری طول کشیده بود و همچنان مشغول بودن که بتونن راضی بکنن ریپابلیکن ها همدیگر رو، جمهوری خواهان همدیگر رو. رسیدن به رأی مکین، 49 رأی موافق، 50 رأی مخالف. مکین اومد جلوی دوربین ها، دقیقا دست خودش رو به این شکل میگیره جلوی همه و که توجه همه رو جلب بکنه و مثل اون حالا تاریخ پادشاهان رو ما دیدیم وقتی گلادیاتورها میخواستن یکی کشته بشه علامت شست برعکس نشون میدادن و مکین میاد دستش رو اینجوری میگیره و شست پایین رو میده که دموکرات ها دست میزنن براش و جمهوری خواهان یه دفعه شوکه میمونن، چون با همین یک رأی مکین نتونستن جمهوری خواهان در واقع طرح اوباما رو به پاره کنن و دور بریزن. و در حال حاضر مکین میشه گفت به راحتی که منفورترین چهره جمهوری خواه در کنگره آمریکا و در واشنگتن دی سی هست به خاطر این کاری که کرد و حالا بالاخره مطمئنن این طرح بیمه اوباما دور انداخته خواهد شد، دیر یا زود. اما این رفتار مکین در یاد و خاطره همه برای
تاریخ. آقای فخرآور ببخشید بذرات میخوام، الان شما شخصا دارید به عنوان یک نفر ریپابلیکن، یکی که به هر حال طرفدار حزب جمهوری است، شما الان آقای مکین رو به عنوان یک چهره منفور، یعنی منفورترین چهره در حزب دموکرات در ریپابلیکن مطرح میفرمایید. حالا اگر شما خود جناب عالی یه دموکرات بودید، آیا ایشون رو به عنوان چهره منفور معرفی میکردید؟ و دموکرات ها مطمئنن الان مکین رو سر خودشون میذارن، حلوا حلوا هم خواهند کرد، اما مسئله اینه که دولت و کنگره الان در اختیار جمهوری خواهانه و یک همچین حرکتی در شرایطی که خب بسیاری از مردم آمریکا براشون خب این خیلی گرون تموم شده، این رأی مکین، این خیلی به ضرر مکین خواهد، برای مکین مهم نیست چون مکین عملاً چند هفته بیشتر توی سنای آمریکا نخواهد بود. حالا با زمانش کار ندارم، ولی یه سوال بر من اینجا مطرح میشه، خیلی برام اهمیت داره مطرح بکنم آقای فخرآور، با اینکه ربطی به ما و ایران ما نداره ولی میپرسم. ببینید آقای الان به نظرم رسید آقای فخرآور، آقای مکین به عنوان یک سرباز به معنی واقعی سرباز خلبان آمریکایی که در ویتنام بوده، اونجا دستگیر میشه، سالا زندان بوده، عرضم به حضورتون که یک سرباز و خوشنام واقعی آمریکایی است که به هر حال تمام برنامه گذشتهش خدمت به آمریکا بوده. یعنی زمانی که شما میگیم به عنوان یک چیز منفور، اینجا یه مقداری برای من یه مقداری سوال برانگیز میشه قضیه آقای فخرآور. ببینید توی دنیای سیاست جناب استاد، شما خودتون خیلی بهتر از من میدونید، تحولات مثل آب و هوا میمونه. آب و هوا یه وقتی خوبه یه وقتی بده، و یه وقتی از یک چهره میبینید میاد منفور میشه به شدت، بعد ممکنه یه کار دیگه خوبی انجام بده، بعد بیاد دوباره محبوبیت خودش رو کسب بکنه، و این اتفاق تو دنیای سیاست بسیار رخ میده. در حال حاضر توی آب و هوای واشنگتن مطمئنن منفورترین چهره جمهوری خواه سناتور جان مکین، کار بسیار بسیار بدی انجام داد و در واقع دشمنی تمام و کمال دولت پرزیدنت ترامپ رو برای خودش به ارمغان آورد با این حرکتی که انجام داد. آقای فخرآور ببخشید، من نمیدونم چرا نمیتونم رها کنم این مشکل رو، مشکلی که خودم برای خودم به وجود آوردم رو با این فرمایش جناب عالی، و اون این که هنوز منفورترینه و منفور هست، این منفوریت رو با توجه به یک اعتراضی که با یک برخوردی که و با یک قبول نکردنی که روی این مسئله داره، آیا یک رأی رو میشه در نهایت بهش منفوریت داد؟ ببینید جناب صدر، فقط یک رأی معمولی نیست، 7 سال تمام من گفتم جمهوری خواها تلاش میکردن تا بتونن برسن به اینجایی که بیان و این طرحی رو که واقعا اقتصاد آمریکا رو هم یک جورهایی دچار بحران شدید کرده، بله، بتونن این طرح رو بذارن کنار و یک طرح بهتری به جاش بیارن. و فقط یک رأی مکین نیست، شما تصور بکنید تمام حزب جمهوری خواه، تمام نمایندگانی که فرستاده توی مجلس نمایندگان و توی سنا، ما 241 نماینده جمهوری خواه در مجلس نمایندگان داریم، 194 نماینده دموکرات هستن، 241 نماینده جمهوری خواه که روی هم میشن 435 تا، و ما اونور 241 نماینده جمهوری خواه داریم، اینور 52 سناتور جمهوری خواه داریم و دولت جمهوری خواه داریم، همه اینها با همدیگه دست به دست همدیگه داده بودن تا بیان و این طرح بیمه اوباما رو کنار بزنن، اما یک رأی مکین، فقط همین یه دونه رأی، به تمام اون اصول حزبی خیانت کرد. به هر حال خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید، منم نظر خودم رو البته فقط گفتم اینجا، و اما در ارتباط با مجلس بود، سنا بود و تصویب قطعنامه هایی بود که مد نظر بود، به خصوص اصلی ترینش به نظر من که در ارتباط با ایران میتونه باشه تحریم هست، تحریم ایران و روسیه و اتفاقی که افتاد در هفته گذشته. اگر ممکنه در این مورد هم یک مدت کوتاهی بهش بپردازیم لطفا. اگر خاطرتون باشه، که مطمئنم خاطرتون هست، هفته های گذشته ما بارها و بارها درباره ارگان اهریمنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت کردیم، کاملا و گفتیم که این روزها در کنگره ایالات متحده دارن روی طرح‌های کار میکنن تا سپاه پاسداران رو تحریم بکنن و در شمار گروه‌های تروریستی قرارش بدن. حتی هفته گذشته مطلبی رو که دوست خوبم جیمز بولسی، رئیس سابق CIA، نوشته بود درباره اینکه سپاه پاسداران تنها
ارگان تروریستی دنیاست که نیروی هوایی، نیروی دریایی و نیروی زمینی داره، توی برنامه خوندیم با هم دیگه و درباره اش صحبت کردیم. اتفاقا همین خوندن بود و همین تذکرات جنابعالی بود آقای فخرآور، اینم مجبورم که باز با قاطعیت اعلام کنم که گهگداری خب ما سوالی به نظر میرسه در مورد مقابلتون میستم، مثل همین مورد اخیر گهگداری هم باید تشکر بکنم به خاطر همین مسئله سپاه پاسداران که دو هفته با قاطعیت اونجا به عنوان منفورترین، اگر بخوام بگیم به اون باید بگیم منفورترین مرکزی که در ارتباط با ایران و تأثیراتش روی خارج از ایران رو در این سالها دیدیم و شما با قاطعیت اشاره کردید به منفور بودنشون طبیعتاً، و این منفور بودن به جایی رسید که در این تحریم هایی که تصویب شد اسمش اومد آقای فخرآور. دقیقاً. و اصلا یعنی اگر نگاه بکنید به شکل و فرمت تحریم ها نگاه بکنید، میبینید هدف اصلی توی این تحریم های جدید که تو مجلس نمایندگان آمریکا، حالا تحریم هایی که یک پکیجی شده از تحریم های رژیم جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحریم های رژیم روسیه و تحریم های رژیم کره شمالی که هر سه رو با هم توی یک پکیج تحریمی گذاشتن، مجلس نمایندگان آمریکا 419 رأی موافق به این طرح میده و به این طرح تحریم ها، و تنها 3 رأی مخالف. یعنی نگاه بکنید ببینید میزان، وقتی حرف از دشمنی با جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی، تحریم سپاه پاسداران میشه، هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا با هم میان با اکثریت قاطع می ایستن و از این طرحهای تحریمی حمایت میکنن. اون روزی که رأی گیری میشه تو مجلس نمایندگان، از 435 نماینده 422 نماینده توی مجلس حضور داشتن، بقیه حالا یا مرخصی بودن، سفر بودن. از 422 نماینده ای که حضور داشتن توی مجلس در اون روز، 419 نفرشون رأی موافق و تنها 3 نفر رأی مخالف بودن. بعد طرح میاد به سنا، در سنا از 100 سناتور 98 سناتور رأی موافق میدن و تنها 2 سناتور رأی مخالف میدن، و شما میبینید که یک اجماع کامل و مطلقی وجود داره وقتی بحث برخورد با رژیم جمهوری اسلامی، وقتی بحث برخورد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست. اجماع کاملی در مجلس نمایندگان آمریکا، در دولت آمریکا و حتی در حزبی که حزب دموکرات که الان حزب اپوزیشن هست، حزب مخالف دولت هست، اجماع کامل هست و فقط روی مسئله برخورد با ایران و روسیه است که اینا میان کنار همدیگه قرار میگیرن و اینقدر قاطع رای میدن، که خبر خیلی خوبیه اتفاقا برای مردم و آزادی خواهان ایرانی این اتفاق. خیلی خیلی متشکر آقای فخرآور. البته با آگهی ها نزدیک شدیم، منتها قبل از اون من مایلم که به مسئله اشاره کنم و اون مسئله بسیار مهم مورد بحث ما در 4-5 هفته گذشته و در چندین برنامه بود، به خصوص در برنامه گذشته که مرکزیتش اونجا بود، یعنی 5 روش رو جناب‌عالی انتخاب کردید به عنوان 5 روش براندازی کردن یا از بین بردن این رژیمی که امروز سر پا هست به نام جمهوری اسلامی ایران، برشمردید. آخریش که مؤثرترین و بهترین انتخاب شد و ارائه کردید، همون به وجود آوردن یک قانون اساسی جدید بود. حالا برای من جالب توجه اینجاست که دلم میخواد که این مورد رو بینندگان ما هم در جریانش باشن، و اون این که آقای شورتی هم لطفاً با من هستن و خواهند بود در این مورد، که اگر به یاد داشته باشید در مورد قانون اساسی، قانون اساسی که شما مطرح میکردید که بایستی که در کنگره آمریکا اونجا به هر حال نشستی باشه و بعد انجام هم شد و بعدم روش صحبت زیاد داشتیم، عده زیادی در این مورد مخالف بودن که نه، همون قانون اساسی که ما در ایران داشتیم قانون اساسی خوبی بوده، منتها بعد با حذف البته بعضی از موادش و تفسیرهاش و آنچه که هست تغییر داد، ولی اصلیتش همون باقی میمونه و و و و اما این مخالفت ها تمنا میکنم که اگه هر کجا من اشتباه میکنم من رو تصحیح بفرمایید، به جایی رسید که حتی به یاد دارم که شخص شخیص بسیار عالی قدر شاهزاده رضا پهلوی هم از جمله افرادی بودن که با هر گونه قانون جدید اساسی زیاد در حقیقت روش موافقی نداشتن، به نظرم اینجوری میاد اگه اشتباه نکنم، و به هر حال اون رو موکول میکردن به ایران، داخل ایران، مجلس ایران و و و و بعد خوشبختانه آقای شهرتی، آقای
فخرآور دیدم که اخیراً در یک اطلاعیه‌ای که الان بهتون نشون میدن آقای شهرتی، دیدم که ایشون هم یکی از موارد مؤثر در موفقیت‌های راه آینده رو یک قانون، یعنی به وجود تهیه به وجود آوردن یک قانون اساسی جدید بود که ایشون بهش اشاره کرده بودند. آقای فخرآور، آیا موافقین در این مورد قبل از آگهی ها صحبت کنیم یا بعد از آگهی ها؟ اگر اجازه یه اشاره کوتاهی بکنیم بعد بریم، بعد از آگهی ها برگردیم و بحث هفته گذشته ادامه بدیم. اینکه بحث قانون اساسی و هشتگ جنبش قانون اساسی، خب این بحث رو ما تو همین برنامه های شما جناب صدر شروع کردیم اصلا و این رو گفتیم دربارش بیشتر فکر بکنیم و این جنبش عملا زاییده شد و حالا فراگیر شده، یعنی 38 سال تمام میشه گفت بحث فراموش شده در اپوزیشن ما مهمترین بحث بود که بحث قانون اساسیه و رژیم جمهوری اسلامی هم به نظر میاد خیلی موذیانه لذت میبرد از این قضیه که هیچکس حواسش به بحث قانون اساسی نیست، اما الان این بحث باز شده به تمام تار و پود جامعه ایران، به ویژه جامعه داخل ایران. حالا در خارج از کشور خیلی از چهره های اپوزیشن که مخالفت میکردن، مقاومت میکردن در برابر این ایده که ما احتیاج به یک قانون اساسی، یک پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی مدرن و دموکراتیک داریم برای ایران آینده، اما حالا میبینیم که این به عنوان حتی شعار تبلیغاتی برای خیلی از این عزیزان، برای چهره های اپوزیشن داره مطرح میشه و این اون نشون میده که چون چهره های اپوزیشن بالاخره به هر شکلی نبض جامعه رو در دست دارن و دارن میبینن که توی جامعه از این بحث چقدر داره استقبال میشه و مردم دارن درک میکنن جایگاه ارزشمند قانون اساسی رو. من فکر میکنم ما باید این رو به فال نیک بگیریم، این مسئله رو که حالا همه جامعه دارن هماواز میشن که نیاز به پیشنویس پیشنهادی یک قانون اساسی مدرن و دموکراتیک برای ایران آینده داریم و این کار باید اتفاقا الان انجام بشه، نه اینکه موکولش بکنیم به بعد از تغییرات، چون بعد از تغییرات فرصتی برای انجام این کار. حالا یه سوال من دارم آقای فخرآور، آیا این همه جنب و جوشی که و حرکت هایی که و ارتباط با کنگره ای که و جلسه اخیری که جناب عالی و دوستان دیگرتون در کنگره داشتن راجع به همین تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید، یک مرتبه به نظر میاد که تبش خوابید، آیا داره حرکات انجام میشه؟ آیا داره روند ادامه دار هست؟ خیلی اتفاقا خیلی با شدت بیشتری داره انجام میشه. ما درباره خیلی از این بحث ها راستش رو بخواید جناب صدر سعی میکنیم توی رسانه ها دربارش صحبت نکنیم، ما بحث های کلی آگاهی سازی ها رو انجام میدیم، بچه ها توی صفحات این مجازی، توی تلگرام، توی اینستاگرام، توی فیسبوک، یوتیوب خیلی فعال هستن، توی توییتر و دوستان ما جنبش قانون اساسی یکی از هشتگ های بسیار پرطرفدار کردن و اما اینکه چه اتفاقی برای پیگیری این بحث داره میفته، بحث های دنباله این ماجرا چه خواهد شد، کنفرانس بعدی کی خواهد بود، ما برای حفظ امنیت بیشتر و برای جلوگیری از شیطنت هایی که معمولا صورت میگیره علیه کارهای ما که من بعضی از مواردش رو گفتم دفعات قبل که میان حتی وکیل میگیرن، حمله میکنن به نهادهای آمریکایی، حمله میکنن و سعی میکنن سد راه بشن، ما سعی میکنیم با چراغ خاموش حرکت بکنیم در حین اینکه جامعه رو داریم آگاه میکنیم، اما برای قدم های بعدی با چراغ خاموش معمولا حرکت میکنیم، تا نزدیک که میشیم اون وقت چراغ رو روشن میکنیم و همه رو در جریان میذاریم که کمترین میزان آسیب از آدم های شیطان صفت به ما برسه. خیلی متشکر. اگه اجازه بدید ما آقای فخرآور، امروز حدود 45 دقیقه برنامه رو من تخصیص میدم به بینندگان و صحبت با بینندگان، مدتی با ایشون صحبت نکردیم و بعد از آگهی ها بیپردازیم به ادامه بحث شما در مورد ادامه گفتگوی قانون اساسی. حدود یک ربع حد اکثر ما در این مورد صحبت میکنیم و بعد خطا رو بعد باز کنیم. در ضمن آقای شهرتی، تمنا میکنم یک لحظه قبل از اون شماره تماس ما با بینندگان رو بذارید روی تلویزیون، یک لحظه الان اونایی که مایلن یادداشت بکنن علل حساب تا زمانی که برگردیم آقای فخرآور با صحبتشون بکنن در مورد قانون اساسی و بعد بیام در خدمتتون و
یک ارتباط مستقیم با همه داشته باشیم. سرکار خانمی از لاس وگاس دیدم تلفنشون رو، ببخشید اگه تلفنتون قطع شد. سرکار خانم، من بعد روی خط برمیگشتم و اعتراض داشتن به مطلبی که الان نمیگم اعتراض چی بود، خطا رو که باز کردم. هر چی دلتون خواست و هر گونه اظهار نظری داشتید بگید که همگان بشنون، فقط من مخاطب نباشم. ازتون خواهش میکنم. برمیگردیم با آقای فخرآور به مدت دقیقاً 15 دقیقه، مطلبی در ارتباط با ادامه حرفهای مربوط به پیشنویس قانون اساسی. لطفاً آقای فخرآور. من قبل از اینکه این بحث رو باز کنم، از پریشب یک فیلمی توی سینماهای آمریکا اومده روی پرده به نام اتمیک بلوند. اتمیک بلوندی، بله، یا همون موطلایی اتمی یا هسته‌ای. بعد که دا این ماجراهای این فیلم ها برای من خیلی جالب، فیلم های این دسته که به جنگ سرد میپردازن، به دوران جنگ سرد، جاسوس بازی های شرق و غرب و این حرف ها. و حالا غیر از بازی بسیار خوبی که از چارلیز ترون توی این فیلم میبینیم که واقعا حیرت انگیزه، من توصیه میکنم برن ببینن همه عزیزان، مخصوصا میدونم که جوان های توی ایران اگر یه فیلمی رو پرده سینمای آمریکا بیاد، شاید 20 دقیقه بعد از اولین اکران توی آمریکا اون فیلم توی ایران دست به دست میچرخه و با وجود همه مخالفت‌هایی که رژیم داره، بچه‌ها خیلی آپدیت تر از بیرون کشور حتی حرکت میکنن. این رو برن ببینن. و اگرم برای عزیزانی جای سوال هست که آیا کمپانی سازنده این فیلم به من پول داده تبلیغش رو بکنم، خب میتونه اون هم باشه. اما واقعیت اینه که توی این فیلم داره اشاره میکنه به این که خب سازمان جاسوسی انگلستان، فرانسه، آلمان شرقی، آلمان غربی، کاگبه شوروی و ایالات متحده آمریکا، اینا همه چطوری جاسوس‌هاشون با هم دیگه در ارتباط بودن توی دوران جنگ سرد، و به ویژه مقطعی از تاریخ جنگ سرد رو داره نشون میده که فکر میکنم برای ما، حالا من چرا اشاره کردم، درخواست کردم جوان‌ها برن این فیلم رو ببینن، درس بزرگیه. برای اینکه ما داریم حرف از انقلاب قانون اساسی میزنیم، ببینیم آیا اصلا یک همچین چیزی شدنی هست یا نه، آیا شدنی هست که بدون جنگ و خونریزی، بدون کودتا، بدون پیگیر شدن پروژه احمقانه و بی‌معنی و بی‌نتیجه اصلاحات و بدون جنگ داخلی بشه یک رژیم اهریمنی رو پایین کشید یا نه. یعنی دقیقا ما از 5 تا گزینه ای که هفته گذشته جناب صدر بهش اشاره می کردیم، 4 گزینش اینها بودن، یعنی جنگ داخلی، یک جنگ تمام عیار، یک کودتا یا اصلاحات، که گفتیم هر 4 تا اینها باطل هستن، و پنجمین گزینه که انقلاب قانون اساسی، گفتیم اون چیزیه که باید دنبال بکنیم و ما رو به نتیجه مطمئنا خواهد رسوند. حالا به این فیلم اشاره می کردم. اول فیلم با سخنرانی پرزیدنت ریگان شروع میشه که در 1989 وقتی که کنار اون دروازه معروف برلین سخنرانی داره، در کنار دیوار برلین، و مستقیما خطاب به رهبر وقت شوروی میخائیل گورباچوف برمیگرده، میگه که مستر گورباچوف ترن داون دیس وال، آقای گورباچوف این دیوار رو بریز پایین. و دیوار داره به دیوار برلین اشاره میکنه، به دیواری که نمادی از جنگ سرد، دیواری که شوروی ها این دیوار رو میان میکشن اولا و ارتباط بین برلین شرقی و غربی رو قطع میکنن. ماجراها، حالا ماجراهای دیوار برلین رو جوان ها مطمئنم خیلی بهتر از ماها میدونن. بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای پیروز در جنگ میان و وقتی شهر برلین رو در نهایت اشغال میکنن، خب ابرقدرت ها همه با هم دیگه اومده بودن و نقش داشتن توی شکست آلمان نازی، و بعد از جنگ هر کدومشون یک بخشی از برلین رو توش میان و حاکم میشن به نوعی، هر کدوم از این ابرقدرت ها، و سعی میکنن امنیت اون بخش شهر برلین رو به دست خودشون بگیرن و این دیوار رو میکشن، دیواری که نمادی میشه از دیوار آهنی که اتحاد جماهیر شوروی به دور خودش و مردم خودش کشید، همین کاری که رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی برای ایران ما و مردم عزیز ایرانمون کرده.
من فروپاشی این دیوار همیشه برای من یک اتفاق بسیار جالبی بود. یک چیزی رو نشونتون بدم، الان روی همین نزدیکم هم هست. یکی از بهترین هدایایی که در تمام زندگیم گرفتم وقتی از کشور خارج شدم، ایمان سمیزاده دوست خوبم این تیکه از دیوار برلین رو به من به عنوان کادو هدیه داد که لذت بخش بود برام. همه جا با خودم دارمش و همیشه جلوی چشمم هست، برای اینکه نمادی از فروپاشی یک امپراتوری اهریمنی که به همه ماها امید میده که اگر امپراتوری اهریمنی اتحاد جماهیر شوروی با اون قدرت و عظمت خودش فرو پاشید بدون حتی جنگ، پس ممکن هست که ما برای رژیم جمهوری اسلامی هم بتونیم این کار رو بکنیم. در طول فیلم ما شاهد هستیم که چطور همه سازمان‌های اطلاعاتی دارن برنامه‌های خودشون رو پیاده می‌کنن، همه سازمان‌های اطلاعاتی یک منافع خودشون رو در واقع دارن دنبال می‌کنن از طریق جاسوس‌های خودشون، ولی اتفاقاً از همه اینها موفق‌تر و سازمان یافته تر همون جوانان هستن. همون جوانان هستن، جوان ها هستن. جوان یعنی هستن. در حین اینکه جوان ها عملا میبینید همه این سازمان های اطلاعاتی سعی میکنن از اونها سوء استفاده بکنن، اما در واقع میبینید جوان های دو طرف دیوار، جوان های آلمان شرقی و آلمان غربی هستن که میان و استفاده میکنن از مجموعه امکاناتی که همین سازمان های جاسوسی به نوعی دارن در اختیار اینها میذارن و میان و به هدف خودشون میرسن. هدف اونها فرو ریختن این دیوار بود و که به هدف خودشون هم میرسن و در نهایت این جوانها هستن که میان با تظاهرات چند صد هزار نفری خودشون در دو سوی دیوار میان و براشون شرایط فراهم میشه، پتک ها رو بر میدارن، کلنگ ها رو بر میدارن و در مقابل چشم های حیرت زده مردم دنیا این دیوار رو فرو می‌ریزن که فروپاشی دیوار برلین زمینه‌ای بود برای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. بسیار خوب. حالا جناب عالی، این جوانان رو این ور دیوار برلین رو و اون ور دیوار رو و در حقیقت موفقیت اونها بر تمام این وزارت اداره های اطلاعاتی CIA و KGB و اینتلیجنس سرویس و این و اون و اون رو امروز شما با جوانان ایران و آینده ایران چطور گره میزنید این مطلب رو آقای فخرآور بهم؟ اتفاقی که افتاد، ببینیم کجا این جوان ها امید رو دریافت کردن و چی شد که یک دفعه خب این مبارزات زیرزمینی جوانان دو سوی دیوار برلین شرقی و برلین غربی ادامه داشت، سالها ادامه داشت. بسیاری از جوان ها از نقاط مختلف دنیا از کشورهای غربی میرفتن به کمک جوان هایی که توی آلمان غربی بودن و در واقع یک ارتباط زیرزمینی بسیار زیبایی بین این دو طیف برقرار بود در سالهایی که فراموش نکنیم، در سالهایی که اینترنت باب نیست، بیشترین کاری که میتونن بکنن تلفنه که تلفن ها هم داره به نوعی کنترل میشه و امکانات اونها مطمئنن از جوانای امروز ایران خیلی خیلی کمتر هم بوده. الان ارتباطی که اینترنت، صفحات شبکه های اجتماعی بین جوانهای بیرون و جوانهای داخل ایران برقرار کرده بسیار بسیار قدرتمندتر از ارتباطی که بین جوانهای دو سوی دیوار برلین برقرار کرده. اما نقطه طلایی که به اون جوانها امید داد، نقطه طلایی دقیقاً همون سخنرانی پرزیدنت ریگان. وقتی پرزیدنت ریگان اومد در مقابل چشمان میلیاردها، نگیم دیگه میلیونها بیننده، ایستاد جلوی دوربین های تلویزیونی و توی برلین در کنار دیوار و مستقیما رهبر اتحاد جماهیر شوروی رو خطاب قرار داد و گفت مستر گورباچوف، با اون عزت و اقتدار پرزیدنت ریگان گفت مستر گورباچوف turn down this wall، این حجت رو بر جوان ها تموم کرد. جوان ها احتیاج به موشک های آمریکایی نداشتند، احتیاج به بمب اتم آمریکا نداشتن، احتیاج به اسلحه های فوق پیشرفته آمریکایی، احتیاج به آخرین مدل هواپیماهای آمریکایی استلیت و F-117 و انواع اقسام F های آمریکایی نداشتن. جوان ها احتیاجی به ارتش آمریکا اونجا نداشتن. جوان ها احتیاج به امید داشتن و احتیاج به این داشتن که باور بکنن که دنیای بین الملل، که قدرتمندترین کشورهای دنیا، که نمادهای دنیای آزاد در کنارشون ایستادن
دارن مبارزاتشون رو میبینن و برای مبارزاتشون ارزش و احترام قائل هستن. وقتی جوانهای دو سوی دیوار دیدن که رئیس جمهور ایالات متحده اومد و اینطور رئیس جمهور یعنی رهبر یک امپراتوری اهریمنی رو مستقیما خطاب قرار داد و گفت که ما داریم به رفتارت نگاه میکنیم اتحاد جماهیر شوروی، این بساط مسخره دیوارها رو جمع کن، اینجا بود که امید به داخل خونه های جوون های دو طرف دیوار ریخت. و از لحظه ای که پرزیدنت ریگان سخنرانی خودش رو میکنه، اعتراضات خیابونی قطع نمیشه در دو سوی دیوار و هوشمندانه با برنامه‌ریزی های بسیار زیبا که بخشش رو توی همین فیلم میتونن عزیزان برن ببینن، توی فیلم موتلایی اتمی یا اتمیک بلانده که خیلی زیبا این فیلم اتفاقا اون اعتراضات رو داره به تصویر میکشه. خب ببینید آقای فرابر، معذرت میخوام آقای فرابر، اینجا خودتون دارید مستقیما و صراحتا اشاره میکنید به یک امید، امیدی که به این جوانها داده شد در مسئله برلین و دیوار برلین. این امید رو کی داد؟ آقای ریگان داد. اما این امید باید اون مبناش و اون منبع اون امید و انرژی وجود داشته باشه. ما وقتی که برمیگردیم یک لحظه میریم به سال 88 و همون مقام و همون موقعیتی به نام آقای اوباما و مسئله ایران که کمتر از دیوار برلین نبود، خیلی هم در خودش اهمیت بیشتری داشت، نه تنها به اونها امیدی داده نشد بلکه تمام امیدها از اونها گرفته شد. آقای فخرآور دقیقا درست میگید، شما اتفاقا نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید. توی جنبش سبز تفاوتی که جنبش سبز داشت با اعتراض جوانهای آلمانی بود که اعتراض جوانهای آلمانی اوج گرفت بعد از اینکه سخنرانی پرزیدنت ریگان رو شنیدن و امید و انگیزه درشون صدها برابر شد. اما در مورد ایران میلیونها جوان ایرانی در خیابان بودن، ماهها در خیابون بودن، شعار مرگ بر خامنه ای میدادن، شعار مرگ بر دیکتاتور میدادن، شعار مرگ بر جمهوری اسلامی میدادن و داشتن به دنیا التماس میکردن دنیا ما رو ببینید، ما این حکومت رو نمیخوایم، ما از جنس رژیم جمهوری اسلامی نیستیم، ما شایستگی حکومتی بسیار بهتر از این رو داریم، ما شایستگی یک حکومت آزاد و دموکراتیک رو داریم. میلیون ها جوان توی خیابون های ایران داشتن شعار میدادن. اما چون همون زمان درست یک سال قبلش در تابستان سال 2008 یعنی تابستان چند ماه قبل از اینکه حتی اوباما رأی بگیره و رئیس جمهور آمریکا بشه در دوره‌ای که کاندیدای ریاست جمهوری بود، چون از اون زمان اوباما نامنگاری های خودش رو با خامنه ای شروع کرده بود و به خامنه ای قول های فراوونی داده بود که من حکومت جمهوری اسلامی رو تثبیت می کنم، من ارتباط دولت آمریکا رو با رژیم جمهوری اسلامی برقرار می کنم، جمهوری اسلامی مشکلش برای همیشه حل خواهد شد و یک حکومت تثبیت شده میشه میاد وارد جامعه جهانی خواهد شد، همه میپذیرنش. اینها قول هایی بود که اوباما به خامنه ای داده بود قبل از اینکه وارد کاخ سفید بشه. به همین دلیل که به همین دلیل این بحث رو تمام میکنیم، وقتمون تمام شد آقای فرابر. اجازه بدید یه لحظه صحبت آقای اوباما بود و خامنه ای بود و قول هایی که داده بود و این حرفا، ما داشتیم در مورد دیوار برلین صحبت میکردیم، یک دیوار بتونی محکم تر از محکمی که از فولاد در حقیقت سختتر بود به طور کلی، در حالی که دیوار خشتی ولایت فقیه یا ولایت بود که آقا این دیواری که پر از خشت بود با یه تلنگل، فقط یه تلنگلی که فقط کافی بود که آقای اوباما بهش وارد میکرد که بریزه برای همیشه بریزه و این کار انجام نشد. آقای فخرآور مطلبی هست باز در این مورد؟ خیلی کوتاه لطفا. من اگر اجازه بدید یکی دو دقیقه این بحث رو جمعش بکنم بعد در خدمتون هستم. این اتفاقی که افتاد خب عملا خیانت رئیس جمهور وقت آمریکا باراک حسین اوباما به مردم آزادیخواه ایران و تمام آزادیخواهان دنیا بود که حالا میلیون‌ها نفر توی خیابون دارن فریاد میزنن اوباما اوباما با اونایی یا با ما. میبینیم اوباما نه فقط از جوانهای داخل خیابون حمایت نمیکنه، بلکه میاد وقتی ازش میپرسن خبرنگارا میگه شما وقتی دارید یک مسابقه فوتبال تماشا میکنید تماشاچی ها حق ندارن برن وسط زمین، یعنی نفهمیده بود که وسط مسابقه فوتبال نمیان ندا رو با تیر بزنن وسط قلبش بکشن. و جالبه که روزی که ندا کشته میشه درست همون روز
ما میبینیم که از طرف وزارت امور خارجه آمریکا که اون موقع وزیر امور خارجه هیلاری کلینتون بود، از طرف وزارت امور خارجه دعوتنامه‌هایی فرستاده شده بود برای تمام سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در سراسر دنیا و برای مهمونی 4th of July، مهمونی روز استقلال آمریکا 4 جولای دعوت کرده بودن از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی بیان برن تو مهمونی سفارت آمریکا شرکت بکنن. در چه روزی؟ در روز کشته شدن ندا. یعنی درجه خیانت دولت وقت آمریکا رو، دولت باراک حسین اوباما رو به مردم و آزادی‌خواهان ایرانی ببینید. و حالا ورق برگشته، حالا پرزیدنت ترامپ روی کاره و حالا ما منتظر هستیم تا رئیس جمهور جدید آمریکا که درست نقطه مقابل رئیس جمهوری مثل حسین اوباما خیانتکاره، حالا منتظریم که رئیس جمهور جدید آمریکا بیاد و یک سخنرانی آتشین مثل اون چیزی که پرزیدنت ریگان در کنار دیوار برلین داشت، مثل اون داشته باشه. ما واقعا احتیاجی به جنگ نداریم، ما احتیاجی به ارتش آمریکا نداریم، احتیاجی همونجوری که جوانهای آلمانی احتیاج نداشتن، ما احتیاجی به موشک و هواپیما و این چیزها نداریم. ما فقط احتیاج داریم که جوانهای ما ببینن که دنیا در کنارشون ایستاده و اعتماد به نفس و امید بیشتری پیدا بکنن و اون وقت شاهد حضور میلیون ها جوان ایرانی در خیابون های تمام شهرهای ایران خواهید بود و جوان هایی که حالا آگاه هستند، جوان هایی که تا اون روزی که این اتفاق بیفته و این رئیس جمهور جدید آمریکا بخواد این امید رو بده به جوان های ایرانی، تا اون روز وظیفه ما اینه که بحث جنبش قانون اساسی رو به گسترده ترین شکل ممکن توی جامعه ایرانی پخشش بکنیم، جوانها از حق و حقوق اساسی خودشون آگاه بشن و اون وقت آگاهانه به خیابون بیان. وقتی پلاکارد به خیابون میارن، پلاکاردهاشون اصول قانون اساسی پیشنهادی باشه که بگن ما اینها رو میخوایم. بله، خیلی متشکر. البته از این لحظه خطوط روشن شد. من قبل از اون این توضیح هم بدم که دارین اشاره میکنید و تکیه میکنید به آقای دونالد ترامپ، رئیس جمهور تازه آمریکا، در ارتباط مسائل ایران. البته زمانی که شما آقای ریگان رو مطرح میکنید، آقای رونالد ریگان رو، و تأثیر حرفش رو روی افتادن دیوار برلین میکنید، امیدوار هستم که قدرت و قدرت کلام و باور دنیا هم روی آقای ترامپ در همون حدی باشه و قدرتی باشه که آقای رونالد ریگان داشت. آقای فخرآور، اگه اجازه بدید لب باز کردید مطلبی بگید، خیلی کوتاه لطفا. من میخواستم بگم که الان اگر میبینید داره دنیا اینجوری حمله میکنه، اون تشکیلات چپ مخوف دنیا دارن حمله میکنن به پرزیدنت ترامپ، اگر برگردید به اون زمان، من مطمئنم شما خودتون توی ایالات متحده هم زندگی میکردید و درست همین تبلیغات رو، همین تبلیغات منفی رو در داخل ایالات متحده آمریکا و در بیرون آمریکا جریان چپ عمیقا و به شدت علیه پرزیدنت ریگان داشتند و ادامه میدادند و یعنی تفاوت چندانی وجود نداره. همیشه هر رئیس جمهوری که متعلق به جریان راست باشه مورد توهین ها و تحقیر های شدید جریان چپ قرار. آقای فخرآور، یه مقداری شاید کم لطفی یا بی توجهی فرمودید. ببینید، این مطلب رو یک نظر بود که من اعلام کردم. من یک چپ نیستم، من یک ایرانی آمریکایی هستم که من هم نه اجازه بدید نمیخوام حالا جبهه در این مورد بگیرم، نه به هیچ وجه، نه من فقط میگم که چون من مطرح کردم و بلافاصله شما استناد کردید به اینکه این از مسائلی است که چپ های زمان آقای فلان هم به اون معتقد بودن رو یه مقداری بر حال مرور بفرمایید. شما گفتید دیدگاه مردم دنیا. نگفتم، من گفتم دیدگاه مردم نگفتم، نه نه درباره اون داشتم سوال. در حال حالا ما که مطمئن هستم که چپ نیستید، اگر میدونستم چپ هستید که الان ما نمیمدیم با شما بشینیم شام بخوریم در ایروان شام مرتیبایی. اگه بنده چپ بودم قسمت هایی از صفحات رفیق آیت الله هم اشغال کرده بودم القاعده. خیلی متشکر. خط شماره یک، درود بر شما. اولا قبل از هر فرمایشی بفرمایید عرض میکنم که چارچوب در حقیقت برنامه و گفتگوی با شما یک چارچوب کاملا مؤدبانه است و یک سانتیمتر از حوزه ادب اگر دور شدیم بلافاصله من قطع میکنم. بفهمید لطفا، تمنا میکنم. آقا درود بر شما. سلام بر شما. درود بر شما.
ارتباط دوز و شما خیلی متشکرم از برنامه تو. جمله آقای فخرآور من به یاد 20 سال پیش آذر ماه 1376 ایرانی 20 سال پیش 1986 در واشنگتن میندازه که از شاهزاده سوال کردم که اگر ملت ایران به جمهوری رأی بدن شما نظرتون چیه؟ بله. اون گفتن من 95% به آرزوام میرسم. کاملا کاملا همین جمله بود، درسته. بلافاصله من گفتم که من رأی من نظام شاهنشاهی است بدون دخالت آخوند، برخلاف اون نظام نامه سابق که باید 3 تا 4 تا 5 تا آخوند تایید بکنه هر قانونی رو. بله. برخلاف اون به نظرم آقای عباس، آقای فخرآور عباس، امیر عباس فخرآور من به یاد اون جمله میشه، ایشون نفر دوم هستن که صحبت از یک قانونمندی، یک قانون اساسی میکنه که اگر با قانون اساسی بدون دخالت آخوند داشتیم شاید سرنوشت اون دو مرد بزرگ تاریخ رضا شاه و محمد رضا شاه اینطور نمیشه. همینطوره. خیلی متشکرم آقای فخرآور. یک توضیح کوتاهی اگه از خیلی کوتاه لطفاً، چون همه رو دقیقاً این دوست عزیزمون درست میفرمایند و بیشتر از هر چیزی ما برای هر حرکت و تغییر بزرگی احتیاج به نقشه راه داریم و برای ساختن هر ساختمونی قبلا بارها اشاره کردیم احتیاج به نقشه ساختمون داریم و اگر امروز ما اینها رو بنویسیم روی کاغذ پیاده بکنیم به عنوان قانون اساسی پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی بذاریم وسط، بعداً کسانی هم که قراره بیان حالا انقلاب هم در ایران صورت بگیره برن داخل کشور مثل خمینی نمیتونن بگن خدعه کردیم، چون اون وقت میذارن میکوبن تو صورت همه ماها همون مردم این قانون اساسی پیشنهادی رو، میگن شماها یک همچین غلطی کردید، گفتید برای ما این رو میارید، پس بذارید جلوی خدعه کردن های خود ماها در اپوزیشن گرفته بشه با نوشتن یک قانون اساسی پیشنهادی. بسیار ممنونم، خیلی متشکر. خط شماره بعد لطفاً. به بله قربان، لطفا تلویزیون کم کنید لطفا. خیلی مشکل. بله بله بفهمه قربان، بفهمه قربان. من میخواستم با آقای فخرآور اینا صحبت بکنم. بله، بنده مسعود سعد به شما سلام و درود میگم، آقای فخرآور هم به شما گوش میکنن قربان، بفهمه. قربان شما جناب سعد، سلام گرمم بر شما. قربان جناب عالی، هم بفهمه. عرض میشه بعد زورتون این نفرت آقای فخرآور از بی اثر موندن طرح اوباما بیش از انتظار ما بود. نمیدونم ایشون بیخبرن از اوضاع اکثریت طبقه جوان و متوسط امریکا که باعث شده این چنین بگوین، حتی اکثریت ایرانی های مقیمی امریکا که طرفدار طرح اوباما فعلا هستند و احتیاج دارن به اون مورد توجه آقای فخرآور قرار نگیره. من به هر حال تأسف خودم را در این مورد ابراز میکنم، اگر جوابی داشتم بفرمایید. خیلی متشکرم. من فکر میکنم جواب داشته باشن، منتها قبل از جواب ایشون منم میخوام یه فضولی اینجا بکنم. من یک جورایی با شما موافقم آقای فخرآور، من با ایشون موافقم. چرا موافقم؟ به این دلیل که این طرحی است که به هر حال داره قشری از اجتماع جامعه آمریکای امروز رو داره به هر حال یه قسمت‌هایی از احتیاجات اونها رو داره تامین می‌کنه. حالا این طرح می‌خواد بعداً تبدیل به چی بشه و چه قوانینی برای آینده تصویب بشه، یک زمان بلا تکلیفی رو این در بر خواهد داشت طبیعتاً در این اوضاع احوال. آقای فخرآور شما لطفاً. من خیلی به مختصرترین شکل ممکن بگم. اولا خیلی متشکر از این دوست عزیزمون. ببینید بین 300 میلیون جمعیت آمریکا، حدود 300 میلیون، بیش از 300 میلیون جمعیت آمریکا، صحبت از این بود که 30 میلیون نفر بیمه ندارن و طرح بیمه همگانی اوباما یعنی 1/10 جمعیت گفته بودن بیمه ندارن اما بقیه جمعیت بیمه داشتن و صحبت از این بود که طرح بیمه همگانی اوباما بیاد و همه آمریکایی‌ها صاحب بیمه بشن. اما این طرحی که اوباما اومد ارائه کرد طرحی بود سرشار از کلاهبرداری، سرشار از پول‌های بزرگی که خود طرح بیمه پول کم می‌آورد، خیلی‌ها رو می‌رفت جریمه می‌کرد،
که بیاد اون پول رو تامین بکنه. بعد از خیلی جاهای دیگه خود دولت دستور میداد از اونجا پول بیارید بکنید بذارید اینجا، از یکی جا بذارید اونجا. و وبسایتی که آوردن برای طرح بیمه همگانی گذاشتن 5-6 میلیارد دلار پول ریختن پای یک وبسایت که بعد معلوم شد خانم میشل اوباما یکی از دوستای دورای دانشگاه خودش رو آورده گذاشته مسئول این وبسایت، و وبسایت موقعی که لانچ داشتن میکردن، داشتن پروژه رو شروع میکردن، اصلا کار نمیکرد، چون کسایی که اومده بودن چون دوست و رفیق بودن درست نتونسته بودن کار رو انجام بدن، و یک رسوایی بسیار بزرگی به بار آورده بود که نه فقط اون 30 میلیون نفر بیمه نشدن، بلکه مزاحمت‌های بسیار زیادی برای اونهایی که بیمه بودن ایجاد کرد. خیلی ها مجبور شده بودن بیمه های خودشون رو به قول آمریکایی دراپ بکنن، چون طرح اجازه نمیداد که با شرکتی که قبلا بیمه داشتن دیگه بیمه داشته باشن. بعضی از ایالت های آمریکا تا 80%، برخی تا 90 و تا 112%، حتی فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم آریزونا بود، درست نمیدونم کدوم یکی از ایالت‌ها، ایالت‌های مختلف شاهد بالا رفتن اون بیمه های ماهیانه ای که پرداخت میکردن، شاهد بالا رفتن اونها بودن، و اعتراض بسیار گسترده ای در تمام ایالت ها، تمام 50 ایالت امریکا ایجاد شده بود علیه طرح اوباما. و درباره اینکه ایرانی ها طرفدار این هستن، متاسفانه من آقای شمی خلاصه کنیم، آقا خیلی طولانی شد، بذارید آخرش رو ببندم. متاسفانه ایرانی های مقیم ایالات متحده آمریکا، متاسفانه بیشترین میزان حمایت رو هنوز هم که هنوزه از باراک حسین اوباما دارن میکنن، و که این قابل درک حتی برای جامعه آمریکایی هم نیست که این ایرانی ها برای چی انقدر، یعنی جامعه سیاهان و جامعه ایرانی ها، یعنی این دو جامعه بالاترین میزان حمایت از باراک حسین اوباما رو دارن، که هنوز برای جامعه شناسان آمریکایی جای سوال هست که با این همه بلایی که اوباما سر مردم ایران، ایرانیان داخل کشور آورد، با این همه خیانتی که به ایران و ایرانی کرد، چطوری ایرانیان مقیم آمریکا در این حد بالا اوباما رو پرستش؟ البته آقای فخرآور خیلی مشکر، علامت مسئله الان ایران نبود، مسئله مردم ایران و اوباما مطرح نبود، مسئله این بیمه بود در داخل آمریکا مطرح شده بود. خیلی مشکر. خط شماره بعد لطفاً. روز جناب عالی بخیر، قربان هم بفرمایید. جناب صد درود بر شما و درود بر جناب امیر فخرآور، این جوان برومند و فرهیخته. من میخواستم در ارتباط با این مطلبی که امروز مطرح شد، در ارتباط با امید دادن به جوانای ایرانی برای به اصطلاح فروپاشی جمهوری اسلامی، یه مطلبی رو خدمتتون ارائه بکنم. اونه اونی که همونطوری که خودتونم مستثار هستید، یک جمعیت 10% در حقیقت ایران رو در دست گرفتن. این جمعیت 10% شامل تمام این شیادانی که به نام آخوند هستن، تمام لات و اراذلایی که به صورت بسیجی و لباس شخصی و سپاه پاسداران مملکت رو در دست گرفته هستن، و خانواده هاشون، به اضافه این که تمام امکانات سیاسی، اقتصادی، نظامی مملکت رو هم در دست دارن. سیستمی که حتی جمع شدن 3 نفر رو هم بر نمیتابه و هم پاشون میکنه، سیستمی که حتی یک جوونی که با یه آخوند دعواش میشه از 50 سانتی با مسلسل میزنتش. این سیستم چگونه میتواند به امید دادن به جوون، جوونای بکشی تو خیابون، چگونه کسی میتونه نفس بکشه زیر یک همچین استبدادی، همچین قدرت نظامی؟ چجوری ممکنه بدون دخالت یک نیروی خارجی قدرتمند که بتونه منابع نظامی اون سرزمین رو بزنه که بتونن مردم سر بلند بکنن، یه همچین اتفاقی بیفته؟ اینو میخواستم لطف کنید جناب فخرآور خود جناب علی توضیح بدید. سپاسگزارم. خیلی خیلی متشکر. البته در این مورد به طور کلی یک پکیجی رو، یک مجموعه از واقعیات رو فرمودید که خیلی متشکرم از اینکه باز بیان فرمودید. من در این مورد جوابی نه که ندارم، بسیار دارم، ولی چون آقای فخرآور هستن به ایشون موکول میکنم. آقای فخرآور لطفاً. خیلی متشکرم از این دوست عزیزمون، اتفاقا بسیار نکات خوبی رو گفتن. خیلی خیلی خیلی. صدای منو دارین؟ بله، خیلی نکات جالبی بود گفتن، کاملا. بله، و ببینید، مطمئنن رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم ستمگر، ظالم، خونریز هست، درش تردیدی نیست. برگردید به حکومت‌های کمونیستی که زیر نظر اتحاد جماهیر شوروی داشتن فعالیت می‌کردن، به رفتارهای اونا نگاه بکنید. نه فقط دست کمی از رژیم جمهوری اسلامی نداشته، بلکه بسیار خشنتر حتی
از رژیم جمهوری اسلامی بودن، توی کنترل تمام جامعه، زیر نظر گرفتن همه تحولات و اتفاقات، حتی مردم چی فکر میکنن هم برای اونها مهم بود. افرادی که توی جامعه کشته میشدن، بسیار زیاد ناراضیانی که کشته میشدن، ناپدید میشدن، شکنجه میشدن، زندانی میشدن. تو آلمان شرقی همون زمان، به همون نگاه بکنید ببینید تو آلمان شرقی چه جنایت هایی توسط رژیم آلمان شرقی صورت میگرفت. ببینید چند نفر وقتی که میخواستن فقط از این دیوار رد شن برن اون ور، خودشون رو به جامعه آزاد برسونن، ببینید چطور تیربارون میشدن در جلوی چشم همه. اون عکس ها و تصاویری که روی سیم های خاردار، روی دیوار، زیر دیوار، همه جا بود. و در این که خب رژیم های مارکسیستی که زیر نظر شوروی فعالیت میکردن هم خشن بودن، تردیدی نیست، اما با وجود اون جوان ها اومدن هزینه ها رو هم پرداخت کردن. و چه موقع اعتماد به نفس و امید گرفتن؟ خب همه ما میدونیم و جوان های ایران هم مطمئنن میدونن که freedom is not free، آزادی بی بها نیست. برای به دست آوردن آزادی باید بهای آزادی رو پرداخت اگر میخوایم ارزش داشته باشه برامون. ولی وقتی اینا امیدوار شدن که دیدن، یک دیدن ابرقدرت های دنیا، دنیای آزاد دارن حمایت میکنن از این جوان ها، و جوان ها اگر به این فکر کردن که اگر ما بریم تو خیابون، حالا توی آلمان توی دو طرف دیوار، به ویژه توی آلمان شرقی وقتی میخواستن برای اعتراضات 100,000 نفری بیان، داشتن به این فکر میکردن اگر ما بریم توی خیابون الان وقتی که پرزیدنت ریگان اینجوری داره اخطار میده به رهبر شوروی، بریم توی خیابون و رژیم آلمان شرقی بخواد با ما برخوردهای خشونت آمیز بکنه، بخواد ما رو به رگبار ببنده و اینها، اون وقت ابرقدرت دنیا و همپیمانانش هستند که برای حمایت از ما وسط خواهند اومد و این رژیم رو به بدترین شکل ممکن تنبیه خواهند کرد. و جوانها با این اعتماد به نفس اومدن توی خیابون، و این اون اعتماد به نفسی هست که جوانهای ما با خودمون شوخی، من با شما کاملا موافقم، جمهوری اسلامی با نیروی غیر قهریه شاید اصلا نره، تکون هم نخوره، اما جوانهای ما توی خونه های خودشون که الان خیلی از عزیزانی که نشستن و دارن این برنامه رو نگاه میکنن، حالا یا بعدا روی یوتیوب میبینن پای کامپیوترهاشون، یا توی خونه دارن برنامه ها رو الان این برنامه رو دارن میبینن، اونها توی دل خودشون منتظرن تا یک قوت قلبی رو بگیرن که آیا مردم دنیا، آیا مردم آزاد دنیا، حالا پرزیدنت ریگان به عنوان رهبر دنیای آزاد، نه فقط به عنوان رئیس جمهور آمریکا، به عنوان رهبر دنیای آزاد دموکراتیکی که جوانهای امروز ایران باور دارن به این آزادی و دموکراسی، آیا ازشون حمایت خواهند کرد؟ آیا این قوت قلب رو بچه‌ها باید داشته باشن که دنیا مثل تمام این 4 دهه گذشته ما رو به حال خودمون رها نکرده، ولمون نکرده، گفته هر بلایی سر این مردم میاد، لیاقت این مردم ولش کن به ما چه؟ آقای فرابر، آقای فرابر، لطفاً ببین، ما گفتگو تلفنی می‌کنیم، همه رو خطن، ماها منتظر بودن. اینه که مطالبتون بسیار ارزنده و شنیدنی است، ولی لطفاً خلاصه بفرمایید. لطفاً من هی دارم طولانی میکنم، کمتر صحبت نه نشد بکنم. نه برای که مردم حق دارن، ما به خاطر مردم این ارتباط رو برقرار کردیم. آقا شما همیشه فرصت دارید. خط شماره 1 لطفاً بفرمایید. خط شماره 2 سلام، از بنده است، خوبم من بفرمایید. تشکر. اولا میخواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم. این خبر بسیار مبارکی هست و من تبریک میگم به همه آزادی خواهای ایران و فعالان سیاسی ایران که بالاخره اسم منحوس سپاه پاسداران شب ایران که کاری تو این 38 سال غیر از شکنجه و اعدام نداشتن و بعدم شرکت در چپاول مال و اموال مردم ایران، خوشحالم که اسمشون در کنگره و در سنای آمریکا داره در لیست تروریستی قرار میگیره. این دست اونا رو در خاورمیانه خواهد بست و دیدیم که عظمای فلک زده هنوز صداش در نیومده که اعتراض یا استیتمنتی در مقابل این هیزگذاری سپاه حرفی بزنه. جای تبریک داره، جای این داره که همه ایرانی ها دهن و لب‌هاشون رو شیرین کنن با شیرینی که اسم سپاه پاسداران در لیست سیاه تروریستی قرار گرفت. و همینجا میخواستم دعوت کنم از
بینندگان از ایرانیان نماینده این رژیم منحوس ضد جمهوری و ضد اسلامی تو ماه سپتامبر برای سوء استفاده از میکروفون آزاد سازمان ملل داره میاد و میخوام که همه ایرانی ها صدای اون زنان مال باخته، صدای زجه های مادران فرزند از دست داده و مال باخته که مؤسسه های مالی که توسط رژیم ایران حمایت میشن اموالشون رو غارت کرده و صداشون به جایی نمیرسه. ما ایرانیان مقیم آمریکا روز 20 سپتامبر بر علیه نمایندش روحانی که به سازمان ملل میاد صدای اون زنان ایران باشیم که اموالشون به غارت رفته و شرکت کنیم و اعتراض کنیم به حضور این آخوند وقیح و شیاد در سازمان ملل. با تشکر مجدد از برنامه خوب شما. خیلی متشکر. درود به معرفت آقایی، دانایی و شرف جناب عالی. خیلی خیلی متشکر که به مسائل بسیار اساسی و کلیدی اشاره کردید و خط شماره بعد خواهش می‌کنم. بفرمایید لطفاً. خط بعد. خط شماره 1 لطفاً. درود بر شما آقای صدر. درود بر جناب عالی قربان. مهمان شما آقای فخرآور. من میخواستم چند تا سوال بکنم. خواهش میکنم که شما آدم دموکراتی هستین، حرف منو قطع نمی کنید. یکی از سوالاتی که میخواستم خدمتتون عرض کنم، شما فرمودین که جمهوری اسلامی، یه فیلمی هم نشون دادین که درست بر چون هوادار شاهزاده رضا پهلوی هستین دارین به اصطلاح از مجاهدین دفاع میکنین که حرف غلطی بوده جمهوری اسلامی. چون شما، من برنامه های شما رو همیشه دنبال میکنم، شما بارها بر ضد شاهزاده رضا پهلوی صحبت کردین و به اصطلاح طرفدار شاهزاده رضا پهلوی نیستین، اینجور که از برنامه تون همیشه شاهد بودم. دوم، آقای فخرآور بارها و کتاب نوشتن راجب این که تمام گناه رو انداختن به گردن روسیه، که این به نظر من طبق مدارکی که هست در امریکا و در انگلیس و اینا، به وسیله انگلیس و امریکا این رهبری شده. 150 میلیون هم طبق گفته به اصطلاح رئیس جمهور آمریکا به خمینی پرداخت کردن برای اینکه شاه رو بذارن کنار. این دومین سوال من بود. و سومین سوالی که داشتم، این آقای فخرآور فرمودن در برنامه های قبلیتون که چشماشون گیرایی چشمای رضا شاه بزرگ داره، که من فقط این شعر رو که مال حافظه میخونم: ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. که اینو اگه معنیشو بفهمن آقای فخرآور کافیه برای من. درود بر شما و خدا حافظ. خدا حافظ. اولا قسمت اول اجازه میدید من اون قسمت اول یه لحظه اجازه بدید. اولویت مال سوالی بود که از من کردن جناب آقای فخرآور، اجازه بدید لطفا. و اون در مورد من بود و اظهار نظرهای من در مورد شاهزاده رضا پهلوی. یک اصطلاحی هست به نام کلاه قاضی کردن، یعنی کلاهتون رو قاضی کنید و آنچه که، البته نه جناب عالی، برای اینکه کلاه شما قاضی بشو نیست بیننده عالی، غلط به هیچ وجه، به هیچ وجه. یا اینکه قاضی نمیشه، یا اینکه وقتی مطلبی رو میشنوید خوابالود هستید یا نیمه میشنوید یا در جریانش قرار نمیگیرید و این چنین اظهار نظر میفرمایید. البته گفتید که گوش کن با کمال میل تا آخرم که خدا رسید کردید، من در خدمتتون بودم و به هر حال استفاده کردم. عرضم به حضورتون، البته استفاده از بیهودگی گفتن، در نهایت اون کلاه که قاضی شد، متوجه میشید که در تمام طول این سالهایی که گذشت، به خصوص در 3 سال گذشته، که من دست به یک سری انتقادات دلسوزانه‌ای که قرار بود که به هر حال دیگران هم انجام بدن و نکردند، مماشات کردند، تعارف کردند، آشغالها رو زیر فرش جمع کردند و انباشتند و پنهان کردند، و انتقاداتی که مربوط میشد نه به شخص ایشون بلکه هر چه در مورد ایشون بود، احترام بود، دلسوزی بود، عرضم به حضورتون که حمایت و پشتیبانی بود، و اگر مطلبی بود در ارتباط با اشتباه استخدام یا اشتباه
عضو شدن عده‌ای بود که اینها سم بودن، مسموم بودن، فضا را مسموم کرده بودن و به همین دلیل این اواخر ایشون اینا را رد کردن و رفتن دنبال به هر حال اونجایی که بهشون متعلق بودند که ببینیم حالا مأموریت‌های بعدی از کجا سر در میاره. بیننده نمیگم عزیز عاریقت، بینندگی که الان زنگ زدید توجه داشته باشید که اظهار نظرتون در مورد این قضیه که فرمودید خیلی پایه‌ای نداشت، اما آقای فخرآور بقیهش مربوطه به جناب عالی بود. لطفا خب ای کاش اجازه توهین به این خرمگس خرفت توده‌ای نمیدادید جناب صدر، اما چون این حرفایی که اینا میزنن همون مأموریت‌هایی که شما میگفتید از جنس اون افرادی که دور شاهزاده رو گرفته بودن و الان شایعاتی هست که گویا دیگه دور ایشون نیستن، اونها حالا این مأموریت‌ها رو انجام میدن، حالا میان و اینجور تماس‌ها رو میگیرن و اینجور چرندیات رو میگن برای تخریب کردن. و فقط توده‌ای ها هستند الان و چپ ها و مزدوران رژیم جمهوری اسلامی که ناراحت میشن از این بابت که ببینن در کتاب رفیق آیت الله واقعیت های تاریخی گفته شده و دستان کثیف اتحاد جماهیر شوروی و روس ها در ایران عزیزمون رو شده و اونها هستن که این رو بر نمیتابند و درباره اسنادی که دارن صحبت میکنن که میگن اسناد جدید اومده نشون میده آمریکایی ها و انگلیسی ها بوده، کاملا مغلطه و دروغه. اتفاقا هر چی سند بیشتر داره میاد بیرون بیشتر دارن همه متوجه میشن که تمام اونچه که درباره نقش آمریکا در نمیدونم 28 مرداد و در حوادث دیگه گفته میشد تمام اونها دروغ بوده، اکتفا میکنن به یک سری نقل قول های افسانه‌ای که از قول برخی چپ‌ها گفته میشد آقای کارتر 550 میلیون در یک کیف گذاشت رفت توی هواپیما تقدیم کرد به خمینی در نوفلوژاتو. تمام اینها چکیده‌های مغزهای بیمار همین امثال این افراد که متعلق به جریان خیانتکار چپ توده‌ای هستند و حالا برخی از اینها تونسته بودن قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به دربار ایران قبل از انقلاب راه پیدا بکنن، بعد از انقلاب هم در کنار خانواده سلطنتی ایران در تبعید بمونن و خودشون رو در کنار این خانواده متاسفانه تثبیت بکنن. اما وقتی به محتوای کلامشون نگاه میکنید که دفاع از روسیه و حمله به بهترین دوست مردم ایران در دنیا یعنی امریکاست، شما وقتی به این نگاه میکنید سریع شاخک ها میره بالا که او یک توده‌ای دیگه اومد وسط تا یک توهینی به قول ما مازندرانی ها کپل بکنه و بعد بره دوباره توی همون کنج پشت کامپیوتر خودش پشت تلفن خودش سنگر بگیره که ما اسم مجموعه این افراد رو قلی های عقده‌ای گذاشتیم. خیلی متشکر آقای فخرآور و خط شماره بعد بفهمید لطفاً. بزرگان درود با آقای سعد و آقای امیر عباس فخرآور. درود بعد جناب عالی قربان، هم بفهمید. من فریدون نیکونهاد واقعا سپاسگزارم که شما و آقای عباس فخرآور جواب دندان شکن به این خرمگس دادید. واقعا چشمای آقای امیر عباس فخرآور واقعا مثل رضا شاه، چون پدر من سرباز رضا شاه بوده صحبت میکنه که چشمای انقدر جذابی داشته رضا شاه، آقای عباس فخرآور هم همینطور. اما یک سوالی من از ملت و جوانان میخوام بکنم که تا قیام میلیونی نشد هیچ کشوری نمیتواند حکومت سرنگون کند. این خواهش میکنم جواب بدید. خیلی متشکرم، من صد در صد باهاتون موافقم، البته در این مورد موافقم، ولی در مورد شباهت چشمای آقای فخرآور خیلی به چشمشون دقت نکردم، اینه که بعدا من در این مورد به شما توضیح خواهم داد. الو بفرمایید، در خدمتتون هستم، بفرمایید لطفا. جونم هم بفرمایید. من بله خیلی متشکر قربان، لطف کردید یه مقدار از بس لطفا خارج نشیم تمنا میکنم. خط شماره بعد لطفا. الو الو بفرمایید قربان، بفرمایید.
تلویزیون رو لطفاً خاموش کنید. خط شماره بعد لطفاً. الو. هم بفرمایید. سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. از اینجایی که من می‌گم این برنامه مکنده به شما برنامه سازی این برنامه اختصاصی به شما داره. لطف کنید به مهمون برنامه‌تون بگین هر نداره به بیننده شما توهین کنه. ولو توده‌ای، ولو حزب‌اللهی، ولو نمی‌دونم پاسدار، شما مسئول این برنامه اید. برای چی به این بیننده توهین می‌کنه؟ مگه روز فارنزی به همین بیننده نمی‌گید یا پول بدید؟ چه برنامه سازیه؟ چرا همه چی خب برای اینکه بچه بودی چی می‌خواد؟ من نمی‌فهمم. بعد 40 سال رئیسی کرده خونه اولتون. دست دامن این شدین. اگه چشمشو سخت شهر نکنه مثل رضا شاه. آره. راست میگی فیفی. صبر کنید ادامه بدین قربان من دارم گوش میکنم خیلی خوب صحبت میفرمایید کاملا الو من چی میدارم بگم آقای فخرآور کتاب شما دو تا هدف رو دنبال میکنه منو نمیتونی گول بزنی من تو خونه های امن وزارت اطلاعاتم بذار همه رو بگم شکنجه‌گرم پاسدارم بچیجیم بچه آخوندم رفیق شهید طوسی هم در هم خوشحال فرمودید که صدای شما را از این طریق این برنامه هم بشنویم سالیان سال شما را گوش کردیم خسته شدند و خسته شدیم اما دو مرتبه مثل که این شانس متوجه بنده شده قربان درسته قربون؟ خسته شدیم از این نظر که من میامدم حرف حقیقت رو میزدم شما از حقیقت فراریم همینطوره خیلی مشکر شما همینطور دنبال حقیقت خودتون باشید و دیگرانی که دنبال شما هستن راهنمایی بفرمایید ولی به هر حال با ما کاری نداشته باشید جناب آقای پاریک بین یعنی ما با شما کاری نداریم در حقیقت خیلی خیلی متشکرم خط شماره بعد لطفاً هم بدن آقای فخرآور وقت ما کمه بسیار خلاصه است تو قیافه شما میبینم که چیزی برای گفتن دارید به نظرم اینجوری میاد نه من هنوز نمیدونم ما الان روی خطیم یا هنوز پشت خطیم نه دیگه روی خطیم دیگه الان آقای باریک بین بودن از ایران آقای باریکبینی که بنده شاید ده ها بار صدای ایشون رو شنیدم. ایشون از کارمندهای رسمی وزارت اطلاعات هستن و نماینده رسمی وزارت خائن و خیانتگر جنایتکار اطلاعات هستن. بحث هم نداره آقای باریکبین جای شما یعنی جای خیانتکارا و جنایتکارا قطعاً در این برنامه نیست آقای باریکبین. خط شماره بعد لطفاً. الو. درود بر جناب علی قربان. آقای صدی هم موان کسی که برنامه شما مرتب دنبال میکنه همی گله کوچی که از شما دارم حتما با کمال میل گوش میکنم قربان از من موضوع شده یکی از این رسانه های خارج از کشور که فکر کنم که آمریکا هم هست و صبح تا شب سنگ شاهزاده و رضا شاه و محمد رضا شاه به سینه میزنه متاسفانه بعد از اینکه برنامه شما تمام میشه یه برنامه دارن که خیلی علنا توهین های زشتی به شما و آقای فخرآور میکنن و دل ما به درد میاد چشم جواب اینا رو نمیدید اینا که یه خارج از کشور آقا ما که ننشستیم 24 ساعت که جواب مردم رو بدیم زاکار کار داریم زندگی داریم یک ساعت دو ساعت خدمت شما هستیم که در مقابلش بعد یک هفته هم جوابگوی دیگران باشیم دیگه از ما توقع بیشتر نداشته باشید تمنا میکنم آقای فخرآور هم خودشون در این مورد دیگه انقدر دیگه چی میگن بارون دیده بگو چی میگن آقای فخرآور کمک کن خودت. ما که ما عقاب بارون دیده عقاب بارون دیده به هر حال دیگه توقعتون رو در حدی نبرید که ما تمام سانتی مترهای زندگیمون رو بذاریم در اختیار اینکه اون چی گفت اون چی نگفت اون توهین کرد اون نمیدونم موافق بود مخالف بود دو کلمه حرف حساب اگر باشه خدمتتون تقدیم میکنیم اگر حساب باشه بپذیرید یا اینکه اگر نیست ما ازتون معذرت میخوام دو دقیقه بیشتر وقت نداریم آخرین خط پاسخ میدم آخرین خط بفهمید لطفاً الو بر شما آقای صدر نمیدونم چرا بعضی از این هموطنان ما این بیماری کلمه توهین رو گرفتن در ایران هزار نوع به اینها توهین میشه به بچه های شما تجاوز میکنن حتی به نام قرائت قرآن و به هر دلیلی در زندان ها این همه به شما زج میدن این همه جوانان شما تو خیابون میکشن مگه این قهرمان رو ندیدید که در نیمتری کشتن شما چرا اینها رو توهین نمیدونید پس اگه شما واقعا مریض نیستید بیماری توهین گرفتید همه ایرانی ها اینو میگن ولی اصلا توهینی که در ایران بهشون میشه خیلی متشکرم چقدر آقای کردی آخرین خط بود من یه توضیح فقط مختصر بدم به اونی که آقای باریکبین یا تاریکبین یا تمو تاریکبین در حقیقت که تماس گرفتن که امیدوارم دیگه در این برنامه اصلا سایه‌شون رو هم من نبینم و احساس نکنم واقعا آمدن برای کمک و همیاری و پشتیبانی به شخصی که آمده بود اون هم عضوی بود از اعضای کادری که ایشون درش سالها دارن خدمت میکنن و حقوق میگیرن به هر حال خیلی متشکر آقای فخرآور وقتمون پایان پیدا کرد از شما متشکرم آقای شورتی از شما متشکرم اگر پیام
خیلی خلاصه 30 ثانیه‌ای برای بینندگان دارید، با کمال میل گوش میکنیم آقای فخرآور. من میخوام درود بفرستم باز هم به همه جوانان عزیز و خیلی از این بحث‌هایی که هست بدونن بچه‌ها که جنگ روانیه که رژیم میاد راه میندازه، میان وایسن توهین بکنن، تحقیر بکنن. روش خود من سکوت در برابر توهین‌ها نیست. اگر کسی توهینی بکنه میدونه که اون وقت تیغه شمشیر سیاوش رو لمس خواهد کرد و بهتره که اگر این تیغه براشون دردناکه نزدیک نشن برای توهین کردن. برای اینکه امروز دیگه ما شوخی با کسی نداریم. ایران ما خسته است و جوانهای ما منتظر هستن برای اینکه بیشتر از هر چیز امید و انگیزه بگیرن برای مبارزه با اهریمن جمهوری اسلامی که روزهای حیات این اهریمن به شماره افتاده، نه ماهای حیاتش، خیلی متشکرم آقای فخرآور. من در اول برنامه در هر برنامه در هر برنامه توصیه کردم که اگر از چارچوب ادب خارج شدید در حالی که یک مرتبه توهین میکنید و اگر در همون مورد در همون حد به شما پاسخ داده شد یک مرتبه وزارت اطلاعات به هم میریزه، سازمانش اصلا منقلب میشه و ملتهب میشه و آقای باریکبین مأموریت پیدا میکنن که بیان و در این مورد دفاع بکنن از حیثیت یک سازمان جنایتکار وزارت اطلاعات. خیلی ممنون، درود بر همه و روز روزگار به شما خوش. از توی دوست نکسلم پیوند، بر به تیغم برند بند از بند.